سلام، من مریم عرفان هستم. به تماشا خوش اومدین. ششم اسفند ماه سال روز تولد هوشنگ ابتهاج یا هالف سایه شاعر پرآوازه ایرانیه که در سال 1306 در رشت متولد شده. سایه مهمترین غزل سرای معاصر ایرانه که در 70 سال اخیر بیش از 10 دفتر شعری منتشر کرده، از جمله سیاه مشقا و دفتر تاسیان. بسیاری از سروده های سایه را استادان بزرگ موسیقی به آواز خوندن و اشعارش بخشی از حافظه جمعی ما ایرانیانه. برنامه امروز ما گفتگوی بلندی با سایه درباره شعره. در طول هفته هم یکی از برنامه های قدیمی تماشا رو بازپخش خواهیم کرد که گفتگوی مسعود بهنود با سایه است و به وجوه دیگه از کارنامه پربار کاری او می‌پردازه. آقای ابتهاج، من کمتر شاعری دیدم اندازه شما، از نور، از آفتاب، سپیده، سحر حرف زده باشه. با این حال شما به نام سایه تخلص میکنین. چرا نام سایه رو انتخاب کردین به عنوان نام شعریتون؟ خب این فورا معنی این سوال شما نیست، برعکس، نه نام زنگی کافور. در ایران مثل همه کارهای ما رسم اینه دیگه. ما این وقتی میگیم سیاه یعنی سفید، سفید میخوایم بگیم میگیم یعنی سیاه، ولی نه اینطور نیست. حالا دیگه یادم نیست واقعا، این داستان نزدیک 8 سال و چند سال پیشه، 80 سال پیشه. حالا به نظرم میاد که این خود کلمه سایه از نظر حروف الفبا حروف نرم بدون ادعایی هست، درش یک نوع افسوس وجود داره و درش در خود ذات این معنای این کلمه یک نوع افتادگی و بی‌ادعایی هست و ما در مقابل خشونت و حتی میشه گفت وقاحت. ولی کدوم اینا با چه درصدی در موقعی که من این اسم انتخاب کردم وجود داشته حالا نمیتونم بگم، واقعا اصلا غیر ممکن این تفکیک. خدا مخته این چه در شعر چه در موسیقی، به معنی متعارف کلمه حوصله کلاس و دانشگاه و درس و مدرسه نداشتین، خودتون رفتین هر چی که خواستین یاد گرفتین. چرا؟ تنها در مورد شعر نیست، من همه هر چیزی که یاد گرفتم همینطوری یاد گرفتم. یه حافظه فوق العاده قوی داشتم، من روزی 400 تا 500 صفحه کتاب می‌خوندم، بیشتر غیر ادبی، بیشتر ریاضی، فیزیک، چیزای فلسفی، و یه بارم که میخوندم به خاطرم میموند، حفظ میشدم. شعر رو با گفتن شعرهای کلاسیک و غزل شروع کردین، از سال 24-25 اولین شعر نوتون رو گفتین. توی این سال هم دائم در بین قالب‌های شعری کلاسیک و شعر نو حرکت کردین. گفتین وقتی فضای اجتماعی بازتر بوده بیشتر شعر نو گفتم و هر وقتی که گیر و گرفتاری زیاد شده به سمت غزل و شعر کلاسیک میل کردم. من میخواستم اگه ممکنه این مطلب رو یکم بازتر بکنین و اون این که بگین چه ارتباطی هست بین قالب اجتماعی و مضمون و محتوا یا شرایط تاریخی و اجتماعی. شعر کلاسیک ما پرورده شده برای اینکه شما همه حرفا رو بتونین بزنین و در این حال در امان باشین. در کل ادبیات فارسی، زبان فارسی، خصوص شعر فارسی این خاصیت وجود داره. یعنی شما از رمز استفاده میکنین و کلمات معنای اولیه خودشون نیستن. وقتی در زبان فارسی شما میگین ساقی، یکی از شما به فارسی، نه به زبانهای دیگه ترجمه کنین، ساقی رو به فارسی ترجمه کنین، چی میخوایم بگیم به جای ساقی؟ هیچی نداریم بگیم. یعنی یک ترکیب عجیب غریبی است از برای آدم مؤمن تا حد مثلا از خدا و پیغمبر دارین حرف میزنین،
برای تا از یه آدم لاواله میخاره کسی بهتون شراب میده مثلا بخوره. کلمات یک معنی دیگری هم در طول زمان پیدا کرده. در صورت حرف زدن با مسئولیت بیشتری صورت میگیره. یعنی چیزایی که شما به رمز و راز میتونید بیان بکنید و عجیبی که شنونده اینو میدونه. مأمور سانسور هم اینو میدونه. ولی ناچار بپذیره. میگه حرفی نزدی که اینا خواه. میدونه مقصود چیه ولی باز نمیشه یه قشو گرفت. در شعر به سرا نیمایی یه خورده با سر فضا دیگه میشه. درسته که شعر نیمایی در دوره شدید خفقان شروع شد. اگر نیما رو شروع کننده تصور کنیم. با رمز و راز خیلی زیادی شروع شد. ولی در ذات خودش یه مقدار چیز آشکارگوییه، توضیح روشنه. برای همین در جای گویا گفتم این حرفو که وقتی اوضاع اجتماعی مساعد هست، آدم بیشتر به طرف شعر نیمایی میره. در مواقعی که دشواری‌هایی هست، به طرف شعر کلاسیک به خصوص غزل فارسی که اینقدر آمادگی داره برای گفتنی که بشه در پرده نگهش داشت. توی مقدمه ای که در حافظ به سعی سایه نوشتین، از یگانگی تفکیک ناپذیر صورت و معنی چون جان و تن در شعر حافظ حرف زدین، مطلبی که به همین ترتیب در مورد کار خود شما هم صدق میکنه. شما رو نزدیکترین غزل سرا به حافظ میدونن. در این حال غزل یک صورت، یک فرم قدیمی شعریه. چه مضامین و معانیه که از دید شما در جهان معاصر امروز که ما درش زندگی میکنیم مناسبه با این صورت قدیمی؟ در شعر کلاسیک ما یک مقدار استعاره های ما داریم، باز مثل ساقی، می، میخانه، شاهکار، رند، دیوانه، عاشق و امثال اینا. من به فکرم رسید، این مال تقریبا 60-70 سال پیشه، فکر کردم که آیا این سمبول هایی که در زبان فارسی جا افتاده و امروز هر کی میشنوه فورا متوجه میشه که از یه چیز دیگه داریم حرف میزنیم، و به امر امتحان کردم که آیا این کلمات رو میشه امروز به کار برد با معانی تازه. تا حد زیادی خیال میکنم موفق شدم. ضمن اینکه من چند تا کلمه رو در شعر خودم جا انداختم. یکی کلمه سرو هست که به جای شهید به کار بردمش. اینو دانسته به کار بردم. و اولم خیلی با حساب به کار بردم. مثلا در اون اوایل کار گفتم خون هزار سرو دلاور به خاک ریخت. صفتی که برای سرو که یک درخت هست به کار بردم، صفت انسانی به کار بردم. دلاور برای درخت نمیشه گفت دیگه، برای انسان است. و این سرو کم کم جا افتاد. امروز حالا خیال میکنم که بسیاری آدم های دیگه هم این سرو به معنای شهید به کار میبرن. ظاهرا این کار خیلی خطرناکه. یعنی شما صورت ظاهره نگاه میکنین، میگین که بله فلانی هم که داره حرفای کهنه میزنه. اینه که گفتن دیاد می و میخانه گفتن و ساقی گفتن و باقی غذایی که تو شعر کلاسیک ما هست. حتی گاهی شعر شبیه شعرهای عرفانی میشه. گاهی هم حتی جنبه باورهای ماورا طبیعی پیدا میکنه ظاهرا. ولی مجموع شما میبینید که نه، یه حرف دیگری داره گفته میشه. با همون کلمات حرفای دیگه داره گفته میشه و این حرفا روشنه، کاملا روشن شده، معلوم شده که این شیوه جا افتاده و قابل اجرا هست. البته خطرناکه برای ساده نگری، راه رو باز میکنه. میگم بله فلانی هم که داره غزل میگه دیگه. خود غزل اصلا یک نوع اتهامه به نظر من، یعنی یه فرم کهنه هست. مگر اینکه ما بپذیریم یه فرمای اصلا کهنن و حتما باید تغییر بکنه. اگر فرمی
گنجایش حرف تازه رو داره که داره حتما، چه اشکالی داره شما اون فرم به کار ببرید. رسیدیم به سوال بعدی من که میگم شما از فرم‌های کلاسیک شعر فارسی و امکاناتی که اونها در اختیار شاعر امروز هم میذارن در تمام این سالا دفاع کردین. چه امکاناتیه یا چه چیزهاییه توی این فرم‌های کلاسیک که امروزه هم به درد شما میخوره؟ تمام امکاناتی که تو زبان فارسی هست، برای اینکه آدم های بزرگی، آدم هایی که میدونستن کارشون رو بلد بودن، کار کردن برای این زبان. یک بستر آماده فراهم شده و حیفه که ما اینو ازش استفاده نکنیم. هم گوینده هم شنونده هر دو طرف به این زبان آشنا هستن. فقط این جا به جایی رو باید جا انداخت. بس ببینید که شما در چه فضایی هستین و چه کاربردی از این زبان میخواین. یه چیز آماده است و درش کار شده، خیلی ظرافت فکری رو از عهده برآمده، تونسته بیان بکنه. ما در شعر فارسی یکی از زبان‌های فوق‌العاده پیچیده عجیب برای بیان مطلب در زبان فارسی ما هست. میگن شاعر نگهبان زبان در والاترین حالت خودش که شعره. هیچ کسی اندازه نگهبان از نقاط و قوت و ضعف گنجینه‌ای که در اختیارشه خبر نداره. از نقاط قوت زبان فارسی حرف زدیم. کاستی ها و ضعف هایی که داره برای شعر چی از نظر شما؟ در جایی هست که ما با مسائلی روبرو شدیم که خودمون ایجاد کنندش نیستیم، از دیگران داریم موضوع رو میگیریم و ناچاریم براش لفظ پیدا بکنیم. و گاهی متأسفانه یه مقدار زیادی از این الفاظ در دوره انحطاط زبان فارسی پیدا شده و مونده در زبان فارسی. 100 سال پیش زبان فارسی به این نرمی و راحتی امروز نبوده. عمد بوده که با یک زبان خیلی متکلف مثلا ادیب نمایی بکنن، به کار ببرن این زبان. خیلی از کلمات در اون موقع ساخته شده، این ترکیبات ساخته شده. امروز هم یه خطر دیگه ما رو تهدید میکنه و اون خطری است که از طریق زبانهای روزنامه‌ای امروز، روزنامه‌ای میگم مخصوصا بیشتر روی کامپیوتره، اصطلاحات کامپیوتری هست که داره از زبانهای دیگه به خصوص از زبان انگلیسی تو فارسی ما میاد. برخلاف اینکه زبانها وقتی از همدیگه وام میگیرن غنی میشن، ما داریم به روز سیاه میفتیم. یعنی کلماتی که هیچ اصل و نسب ایرانی یا فارسی نداره و هیچ ارتباطی با پیش و پس خودش برقرار نمیکنه. یه مقدار از زشتی‌های زبان فارسی رو ما موقعی دوچار شدیم که دوره انحطاط زبان بود و تمام آثاری که ما در 150 سال پیش ایجاد شده به وضوح دیده میشه. زبان مصنوعی ناتندرست کجکوله است. من دفتر شبگیر رو میخوندم این آخرا، دیدم شما درش چند شعر منصور دارین و با این حال شما با شعر منصور مخالفین. دلایل مخالفتتون چیه؟ این خیلی گرفتاری داره. ببینید شعر منصور در مقابل شعر منظوم هستی هست. این نظمی که میگیم وزن شعر فارسیه. یک اتفاق عجیبی در شعر فارسی افتاده، زبان فارسی افتاده که قواعد نظمش هماهنگی حیرت آوری با موسیقی داره و این اون غیر از اون موسیقی است که همراه خواندن شعری که نوازندگی میکنه، اون یک کار دیگه کهنه شده، یه خود بیمزه هم شده دیگه. در ذات خود این کلمه است. این وزن شعر فارسیه. وقتی این امکانات هست، ببینید ما لالیم، داریم لالبازی میکنیم. من خیال میکنم بعد از 80 و چند سال تجربه شعری تقریبا به جایی رسیده زبان من که
از عهده گفتن خیلی حرفا میتونم بر بیام تقریبا، ولی اگه حرف دلم رو بهتون بزنم، در موفق ترین شعرهایی که من ساختم نزدیک 20%، کمتر از 20% اون چه میتونست میخواستم گفتم. نمیشه گفت شما برای این زبان برای بیرون از شما ساخته شده. میز، صندلی، به چی میگن میز؟ میگن به این میگن میز. گردش هست، چارگوشش هست، سفایه هست، یفایه هست، چارپایه هست. هم با اگرم باز این توضیحات کافی نبود دستونو میگیرم میگم بیم اینا بریم اونجا، اینه بهش میگن میز، اینه بهش میگن صندلی. ولی درد شما چجوری میخواییم به من بگین؟ میریم پیش دکتر میگین آقای دکتر درد دارم. دکتر بهتون چی میگه؟ میگه کجا درد میکنه؟ دو طرف دو یک کلمه رو دو جور دارن تلفظ میکنن. شما میگین آقای دکتر درد دارم. ببینید چه از زمان مصرف میکنید. مثلا حالا عدد برای که نشان داده شه مثل میزنم، مثلا 4 ثانیه وقت صرف میشه برای درد گفتن، ولی دکتر در 1 ثانیه اینو به کار میبره، میگه کجا درد میکنه. چون این حالتی که به این زمانی که به این مصرف میدین و حالتی میدین، صدایی که از خودتون خارج میکنین، دارین نشون میدین این درد چجوریه. ببین چقدر اصطلاح بیرونی ما بردیم تو. دلم آتش گرفته، دلم میسوزه، دود از سرم بلند شده، اینا مال بیرونه. وام گرفتیم که یک مسئله که قابل گفتن نمیشه گفت، برای اونا زبان من نداریم. بس شما این امکانات صوتی رو از این زبان بگیرین. خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی. شما خیال میکنه این خیال همینطوری برای خوش آمده بیخاصیته؟ خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی. بازم اینه نشد. میگه چی؟ چه خیال آب روشن که به تشنگان نمایی. بازم نشده. داره تلاش میکنه یه چیزی رو بفهمونه به طرف دیگه، ولی نمیشه گفت. چه جور بگم؟ و چون همین مختصرم که ما داریم ازش میخوایم بگیرین، یه امتیازی هست که شعر فارسی داره با این وزنی که میشه اینقدر باش بازی کرد. تو رادیوی یه روز یادش بخیر فریدون مشیری به من گفت سایه این بیت ثقیله. گفتم کدوم بیت فریدون؟ خون میرود نهفته از این زخم اندرون، ماندم خموش و آه که فریاد داشت درد. گفتم آره فریدون خیلی ثقیله، تو بودی حتما میگفتی ماندم خموش و آه که بس ناله داشت درد. گفت آره. گفتم نه فریدون، آخه ناسمت خودت شاعری. ماندم خموش و آه که فریاد داشت درد. این دالار نگاه کنید چه تشنجی تو که هست. من نمیدونم برای یه بچه نوزادی که تازه میخواست زبون باز کنه اینا بخونید چه حس میکنه که این با اون فرق داره. من نمیدونم. حد اکثر این با توضیح داد به شنونده ها. کافی نیست ما بگیم شعر حافظ موسیقی داره. بابا موسیقی رو شما دارین عوضی میگیرین. در جهانی من میگفتم ببین یه چه و خه این وره مصره هست و دو تا چه و دو تا خه اون وره مصره هست. ستون کرد چپ را و خم کرد راست، خروش از خم چرخ چاچی بخواست. اون جنس صدا رو داره میگه. اگه بشه گفت مثلا صدای تیر که رها شده اینو میگه، ولی اون مداغر اون نشان گرفتن و داره توضیح میده که به خه و چه مربوط نیست که. اون دوتا کرد هست، ستون کرد چپ را و خم کرد راست. اینه این تعصب روی وزن، وزن که وصیت پدر بزرگ من نبوده که. پدر بزرگ هیچ کس همچه وصیت نداره. این خاصیتی تو زبان هست. گفتین شعر و موسیقی برای من مقدسه. از اونجایی که کلمه رو با وسواس انتخاب میکنین، کلمه مقدس برای من سوال برانگیز شد. برای اینکه وقتی میگیم مقدسه، مقدس ساحتش رو نمیشه دست زد، تغییرش نمیشه داد، به چالشش نمیشه کشید. مقدس وقتی میگین شعر و موسیقی براتون هست،
معنیش چه؟ من اگه به این مقدس رو به کار بردم خیال نمی کنم اگر گفتم سهلنگاری بوده به نظرم. برای من مهمه، شاید این درست‌تر باشه از مقدس. مهمه برای اینکه همین حرف موسیقی که میزنم، خود موسیقی که اصلا دنیای خاص خودشه دیگه. واقعا اگر یکی از افسوس‌های من اینه که هنوز هم در این آخر عمر غصه‌م اینه که ای کاش به جای شعر یه اتفاقی می‌افتاد، من دنبال موسیقی می‌رفتم. برای اینکه در خودم حس می‌کنم اینو، می‌بینم که اصلا مایه‌ای که در ذهن من هست بیشتر کشش طرف موسیقی داره و چیزی که برام خیلی اهمیت داره، یه چیز هنر خیلی بزرگیه، موسیقیه. خیلی خالص‌تر از شعره. شعر باز یه مقدار بستگی به تفاهمی هست میان من و شما سر کلمات هست. در موسیقی این چیز هم به این تفاهم احتیاج نداره. اگه موسیقی با زبان خودش حرف بزنه، همه اقوام و ملل میتونن حس بکننش. محتاج ترجمه نیست. خیلی مستقیم‌تره با عواطف انسانی ارتباط برقرار کردن. توصیه‌تون به شاعر جوان چیه؟ تا اونجا که میتونه کار خودش یاد بگیره. برای اینکه ما خیلی تنبل شدیم. یک اشکالی در بعضی از جوانهای ما هست که کوتاه‌ترین، راحت‌ترین، آسان‌ترین راه رو انتخاب میکنن و از همون اساس هم داوری میکنن. ما اغلب به همین دریافت‌های سرسری خودمون اولین چیزی که پیدا میکنیم بهش چنگ میزنیم، ولش نمیکنیم، خیال میکنیم همه چیز رو داریم دیگه. اینه، من قسم در این حرف اینه که جوان تمام تلاش شباید بکنه، این کار هر کاری میخواد بکنه، میخواد بنایی بکنه، نجاری بکنه، هر کار میخواد بکنه، یاد بگیره. باید بدونه با اره کاری که میشه کرد با تیشه نمیشه کرد، با تیشه کاری که میشه کرد با رنده نمیشه کرد. هر کدوم اینا وسایلی هستن برای کار ما. یعنی خب پس ای شاعر جوان، به ابزار کار خودت مسلط باش. غیر از تسلط بر کار، شما به الهام در شعر اعتقاد داری؟ الهام به چه معنا؟ الهام اگه اینه که یکی این ورش شونم نشسته، یکی اون ورش شونم نشسته، میگه بگو، منم میگم نه، اعتقاد دارم. به چه معنا اعتقاد داری؟ الهام اینه که شما در نتیجه تفکراتی که بهتون دست میده، از خونده ها و شنیده ها، تجربه کرده ها، به چیزی میرسین که میخواین او رو به کار ببرین. حالا اون چیز یا ناگهانیه یا به تدریج پیدا شده. من برای خودم، چون گفتم کنجکاوی دارم در همه کار خودم، حتی بارها شده که من یه بیت شعری ساختم به اصطلاح و تعجب کردم این از کجا آمده، من در این فکر نبودم و سعی کردم که برگردم. خب خیلی کار مشکلیه، ماها وقت منو گرفت. واقعا هر وقت شعری به ذهنم میامد فورا سعی میکردم برگردم اینو از کجا آمد شروع کردم، نمیشد. بالاخره پیدا کردم، دیدم که این انتقال سریعی که صورت میگیره چنان با سرعت، چنان در زمان کم اتفاق میفته که آدم باورش نمیشه که از این نقطه آ شروع کردم و هزار نقطه رو طی کردم تا به این نقطه ب رسیدم. ما خیال میکنیم میان آ و ب فاصله نیست. فرسنگ از من به من فرسنگ ها راه است واقعا. یعنی اگر این سرعت تبانی و تدائی کوتاه باشه، میشه گفت که الهام شاعران است از دید شما؟ کوتاه بلندش مطرح نیست، همه اینا یک مقداری زمان میبره دیگه. فقط اینه که همه مال خود منه. اون چیزی در من هست و اون چیزی که من در خودم جمع کردم، خوندم، شنیدم، برخورد کردم، از دیگران گرفتم، این درون من درست میکنه. یه چیزی از بیرون هر لحظه دم به دم داره میاد و میره. من در معرض یک مقدار تشعشع وجود هست دارم، قرار گرفتم. حاصل این برگرفتگی چیه؟
باز تکرار میکنم، بسته اینه که این درون و بیرون چه مقدار داد و ستد دارم با هم دیگه. اون حاصل میشه حاصل کار من، نه کار شماست نه کار دیگری. گفتین شعر محبوبتون غزلیه که با این مصرع شروع میشه که هوای آمدنت دیشبم به سر میزد. من میتونم از شما خواهش کنم برای حسن ختام این گفتگو این شعر رو یا یک شعر دیگه که میگین اون رو هم به دلتون نزدیکه نگاهش میکنیم بعد مدت ها هنوز دوستش داریم برای ما بخونیم؟ نمیدونم این اون شعری که من برای اشاره کردم که خب سج این چیزا مثل قافیه وسط مصره است، ولی خیال میکنم کار خودشو انجام میده دیگه، گوش میگیره اینا رو. نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد، تو از کدام راه میرسی؟ خیال دیدنت چه دلپذیر بود، جوانیم در این امید پیر شد، نیامدی و دیر شد. همین. خیلی ممنون.